الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي عزیز آقا عبدالله از فرصت اونم محدوده شما بفرمایید پیامبر میخواد بیاد بگه بابا شخص علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اصلا هر آدمی آقا ایکس جانشین منه شما بفرمایید با زبان عربی آشنایی دارید دیگه اصلا لفظ فارسی شو بگید ما عربی شو میگیم با لفظ صریحی که میخواد بگید این آقا جانشین منه شما بفرمایید چی باید بگه تا ما همون از پیامبر بیاریم شما بفرمایید جانشین میخواد مشخص کنید برادر خودتون دوست خودتون یه جا میخواد بذارید به عنوان جانشین بفرمایید چی میگید در موردش چه لفظی اینو دیگه انصافا اینو جواب بدید مگه رسول الله صلی الله علیه و آله نمیتونست بگه علی و خلیفه تو آفرین اگر آسان. گفته بود یعنی تمامه اگر پیامبر با سند صحیح بیاد شما حدیث صحیح بیاری این به اجازه بده باشه میرسیم اگر پیامبر فرموده بود علی خلیفه بعد از من بر مسلمان هاست این کفایت میکنه بله کفایت اونجا خلیفه معنی دیگه نداره که نه از استاد اتمام مجدد فرمایید شما بزرگواری کنید کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 البانی هم میگه روایت معتبره پیغمبر اکرم فرمود به علی ابن ابی طالب انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی همین روایت را حاکم نیشابوری در جلد سوم صفحه 138 میاره میگه روایت صحیحه پیغمبر فرمود انت خلیفتی من بعدی از این واضح تر پیغمبر بگه شما اینو چی میفرمایید باشه من نگاه میکنم یه نگاه بندازم دست شما خدا رو شکر اینو میرید نگاه کنید ان شاء الله امیدواریم بینندگان عزیزمون قضاوت کنن